مغلطه قیاس ملفارق یا False Analogy Fallacy تعریف مغلطه قیاس ملفارق زمانی رخ می دهد که شخصی برای موجه نشان دادن ادعای خود از مثال و مقایسه استفاده کند که با موضوع مورد بحث شباعت های لازم را نداشته باشد. مثال اول پریسا اینکه بخوایم برای درمان و مراقبت از افراد سالمن هزینه کنیم درست نیست. دقیقا مثل این میمونه که بخوای واسه یه ماشین کهنه و فرسوده خرج کنی واقعا ارزشش رو نداره توضیح در مثال بالا پریسا افراد سالمن را که به عنوان یک انسان که توانایی درک درد و رنج دارد را با ماشین که یک ابزار است و دارای خداگاهی نیست مقایسه کرده است برای مثال اگر دو ابزار مانند گوشی و ماشین را با هم مقایسه می کرد، دوچار مغلطه قیاس مل نمی شد. مثال دوم امیرعلی چند وقت پیش رفیقم یک پستی گذاشته بود که من باش اختلاف نظر داشتم بعد وقتی که من دلیل اختلاف نظرم و واسش کامنت گذاشتم ناراحت شد و کامنت همو پاک کرد جالب اینه که خودش همیشه دم از آزادی بیان میزنه یکی نیست که بهش بگه این کارش هم مثل حکومتهایی میمونه که جلوی بیان نظرات و مخالف رو میگیرن توضیح شاید در نگاه اول مقایسه‌ای که امیرعلی انجام داد موجه به نظر برسد اما با توجه به تعریف آزادی بیان که مفهومی مربوط به حکومت است نمیتوان آن را به صفحه مجازی کسی نسبت داد مگر آنکه خود آن شخص ادعا کند که در پیجش آزادی بیان حاکم است در واقع فردی میتواند از آزادی بیان دفاع کند اما این موضوع ربطی به صفحه مجازی کسی ندارد در مثال بالا امیرعلی دوستش را با حکومت مقایسه کرده و به دلیل وجود نداشتن وجه اشتراک لازم دچار مغلطه قیاس معالفارق شده است پی نوشت برای گرفتن مغلطه قیاس معالفارغ ابتدا باید وجه مورد مقایسه یا شباعت های اشاره شده بین دو مورد مقایسه را تشخیص دهیم به, به قیاس معالفارغ تمسیل تمثیل ناروا یا مقایسه نادرست نیز گفته می شود کاری از تیم جمهوری بی خدایان